28 сентябр президенти جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه فیض‌آباد تشریف آورده، نخست در دهه درخشان دهات چشمه‌سوری ناحیه فیض‌آباد از باغ خواجگی دهقانی امیده دیدن نمودند. طور اطلاع داده شد، میدان عمومی خواجگی دهقانی امیده 41 گکتر را تشکیل داده، در 6 گکتری آن سهامداران باغ سیب نوهای صادراتی بنیاد نمودند. حاصل پرباری سیب‌های زرینتاب، ستاره کوهسار، خوبونی و نوک نازنین که نوهای اساسی باغ را تشکیل می‌دهند، زحمت صداقتمندانه سهامداران خواجگی می‌باشد. خواجگی دهقانی امیده را در ساحه باغ پروری، زراعتچگی، چرو پروری، ماهی پروری و دیگر نمودی استحصال خواجگی قشلاق پیش بردیم. در خواجگی امیده 6 گکتر باغ بنیاد کردیم برای فروش میوه‌جات به بازارهای جمهوری تاجیکستان، صادرات به خارج از مرز جمهوری استحصال میکنیم. بغیر از این میوه‌جات با کارتوشکا پروری تا 5 گکتر کارتوشکا هر سال میکاریم که حاصلناکی کارتوشکا را به درجه عالیش میبریم. جانواری حاصل را از روز 10 اکتبر سر میکنیم. در بین قطار باغمان پمیدور، بودرینگ، سبزی، کارتوشکا کش کردیم که 10 ساتیخ بودرینگ کش کردیم، هر روز 150 تا 200 کیلو استحصال میکنیم. به سرار دولت اطلاع دادند که سال گذشته از هر گکتر باغ سیب 25 تنگی حاصل گرفتند. امسال نیز جمع‌آوری حاصل سیب در خواجگی دهقانی امیده دهه اول ماه اکتبر آغاز می‌گردد و طبق تحلیل متخصصان ساحه از هر گکتری آن باید بیش از 25 تنگی حاصل به دست آورده شود. خواجگیداران با نظرداشت به طلبات بازار مطابق بودن صفت حاصل در فروش آن دشواری نکشیده، از سر زمین حاصل را با نرخ دلخواه به سودا می‌برارند. در برابر سهامداران خواجگی هنگام جمع‌آوری حاصل باغات تا 40 نفر ساکن محلی به کار موسمی جلب کرده می‌شود. میوه‌هایی که ما جمع‌آوری می‌نماییم صفت خوب دارد، هم در بازارهای جمهوری هم برای صادرات به دیگر مملکت‌ها صفتش جوابگو است. از همین جمله یگان تنقیصی نداریم. سال‌های گذشته از هر یک هکتار تا 25 تن بود. این سال نیت داریم که از هر یک هکتار تا 28 تن را حاصل خوب به دست آوریم. اهلی زحمت خواجگی سالی روان در میان قطارهای باغ سبزوات و پالیزی کش نموده، از آن هم حاصل دلخواه به دست آوردند. برای تامین چوروا با خوراک درشت و سرغیزو در قیده های علاهیده خواجگی یونوشکا کش شده است که با سیدرو و ذخیره نمودن حاصل آن، چوروایی در خواجگی موجود بوده از زمستان به تلف برآورده می شود. پرورش تمام نمود محصولات کشاورزی با رعایت معیارهای اگروتکنیکی به راه مانده شده، در موسم جمع‌آوری آن حاصل دلخواه به دست آورده می شود. در چنین منطقه بیشتر با پرورش درختان میوه دهنده تخمکدار از عمره سیب و نوک بیشتر توجه میدین، یعنی که اهمیت میدین. و در اینجا ما در خواجگی دهقانی امیده میبینیم هنگام بنیاد باغ بسیار مسئله هایی که به قاعده های باغداری جوابگو است و نظر گرفته شده است و نوهای بهترین در اینجا پرورش کرده میشوند، از جمله نوهای سیب های گوناگونی وطنی که با طلباتی هم با بازار داخلی و هم با طلباتی بازار بیرون خیلی جوابگو است، یعنی که با صادرات خیلی موفق است. و چنانی که میبینیم حاصل نوکی خیلی خوب است. میوه‌ای که استحصال میشود با طلباتی بازار، با طلباتی هم بازار داخلی هم با بیرون اگر جوابگو باشد، این علاقه گواهی آن است که ثمره اقتصادی خیلی بلند را به دست آوردن ممکن است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سهامداران خواجگی صحبت صمیمی انجام داده، برای سری وقت و به تلف جمع‌آوری نمودن حاصل و سیسازی مساحت باغ، بیشتر نمودن حجم استحصالات و از این حساب تقویت دادن اقتدار صادراتی کشور به کشاورزان مسئولیت‌های مفید دادند. مورد ذکر است که اقلیم ناحیه فیض‌آباد برای پرورش سیب و نوک مساعد بوده، میدان عمومی باغات در ناحیه به 6420 گکتار برابر گردیده است. حاصلی به دست آمده از این باغ‌ها در برابر تامین فراوانی بازار داخلی و صادرات نیز روانه می‌گردد. با زیادشوی میدان باغ‌ها در برابر افزودن حجم استحصال میوه، شماره جایهای کاری نیز زیاد گردید که اهالی با شغل موسمی و دائمی فرا گرفته می‌شود.